Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve mevvala. Bu arz-ı salam ve hizmet-i şuma binendegane aziz ve gerami şebeke-i cihani ve salah haq. Der hizmet-i şuma hastim az iki diger az kısmet-hayi radde bar muhalifin ve afradi ki zidd islam hastan ve ba islam der düşmeni der avihtand. Binendegane aziz ve gerami der in kısmet ba hem diger فردی را انشاءالله با معرفی خواهیم گرفت که در میان فارسی زبانها تلاش دارد و کوشش میکند تا آنها را به سوی گمراهی و به سوی بدبختی و دوری از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بکشاند. البته از این افراد زیادند، ولی این فرد به خصوص حالا ظاهر شده و آشکار کرده خودش را. ما هم به ناچار میخواهیم جهل این فرد را در این قسمت به نمایش بگذارین تا بینندگان عزیز و گرامی خودشان در مورد این فرد قضاوت بکنند. این فرد شخصی است به نام شفیع عیار که در واقع تلاشش در این است که بتوانه به شکلی از اشکال مسلمان ها را به سوی گمراهی بکشانه و به سوی اسلامی که خودش در واقع برای خود ساخته و اسلامی که اصلا ربطی به اسلام محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم ندارد آنها را بکشانه. این فرد ادعا میکنه که من یک فرد قرآنی هستم و ادعاهای بسیار بلند و بالا داره و میگه من بر اساس قرآن مسلمان هستم و میگه من کل قرآن ریاد دارم. ما با هم دیگر کلیپ هایی از این نفر را در این قسمت از برنامه مشاهده میکنیم و میبینیم و قضاوت را میگذارم به دوش شما بینندگان عزیز و گرامی و فقط بنده تعلیقات بسیار کوتاهی در هر کلیپ خواهم داد. با هم دیگر کلیپ شما را اول را میبینین که این نفر چی ادعا میکنه. یک مسلمان هستم و اساس قرآن مسلمان هستم. بله، این نفر میگه من مسلمان هستم و بر اساس قرآن مسلمان هستم و در جای دیگه ادعا میکنه که من کلمه به کلمه قرآن را میفهمم. با هم دیگر کلیپ شما را دوم را میبینیم. این را باید از بفهمین که من قرآن کلمه به کلمه میفهم. ما تمام کوچه ها و پس کوچه های از استدلال بلد است. خیلی خوب، ادعا می کنند که ما تمام کوچه پس کوچه های استدلال بلد هستم و قرآن را هم کلمه به کلمه می دانم. بسیار خوب، با هم دیگر میریم شماره کلیپ شماره سوم را می بینیم. یا میگن عربی که نفهمی قرآن را نمی فهمی. به عربی مربوط نیست، به اینجا و اینجا مربوط است. ما یک آدم هوشیار هستم، بسیار هوشیار هستم. والله باور کنید، این خسای کنید، ما برای شما تشریح میکنم. ما میفهمم که در قرآن پاک چی نوشته شده. یا میگن عربی یاد نداری؟ غلط است. والله کل قرآن در کلیت نیست، غلطه. ما حافظ قرآن نیستم که به شما بگویم از تو، نه. ما یک آدم هوشیار هستم که قرآن پاک کلمه به کلمه خواندیم، در کلیم است. نمره آیات یاد ندارم، مگر وقتی که توی اگر میزنی ما برات میگم که اینمی نظر و قرآن درست است. برات میکشم قرآن پاک میگیرم، در یک ساعت مو آیات برات میکشم، میگم این آقا این حال مقاری قرآن نیستم، حافظ قرآن نیستم، عربی هم بله ایشان حافظ قرآن هم نیستن، قاری قرآن هم نیستن، عربی هم نمیدانن و قرآن هم به عربی فرستاده شده. اما نمیدانیم از کجا اینها هر موضوعی که بیان بشه از داخل قرآن پاک ثابت میکنند. و به هر حال میرین با هم دیگر کلیپ شماره چهارم را میبینین که ایشان قاعده بغدادی را برای بینندگان خود درس میدن، یا بگین که قاعده بغدادی را تکرار میکنند. ببینین که فهم ایشان از زبان عربی و از زبان قرآن چی اندازه است. یا نه از او آدمایی که نخواندن و نمیتانن بخوانن و یا به عربی خواندن وام بست در جمله بیسوادی مه. اکثر ما خواندیم به عربی الف دزبر ان دزر این ان این اون جیم دزبر جن دزر جن دزر جن 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 نه این حاله اینی را خواندیم مگر نفهمید. من میفهم بینندگان عزیز از الف دزر بند این میخواد چی برداشت بکنه. میگه ما این خوانده ولی نمیفهمیم که معنای این چیه.
اصلا این میخواد چی از این بکشه؟ چی میخواد بفهمه؟ اولا خب میگه یادتان باشه در کلیپ گذشته گفت که فهم قرآن به عربی ارتباط نداره. باز حالا میگه هر کس که عربی ندونه بی سواده. خب پس معلومه که خود این فرد در واقع بی سواده. یعنی از تعبیر خودش من میگم، چیزی از پیش خود نمیگویم. و دیدین که ماشاءالله قاعده بغدادی را چگونه میخواند و به هر حال یعنی اطفال کودکایی که در مساجد اولا درس میخوانن این قاعده بغدادی را درست یاد دارن، ولی ببینین که این چگونه میخوانه و بعد میگه ما معنای این را هم نمیداریم. یعنی میخواد که معنای این را هم بدانه. میرین با هم دیگر کلیپ شماره پنجم را میبینین که این فرد که این قدر ادعا کرد که من کلمه به کلمه قرآن را میفهمم، قرآن را چگونه تلاوت میکنه. باز سوره عمران، باز آیت عمران، ببخشید سوره عمران آیت 32 آیت 64 سوره عمران، سوره ماهده سوره انعام، سوره اعراف سوره اعراف، سوره فصلت سوره فصلت. بله، نام‌های سوره ها را دیدین چگونه خواند؟ قبل از اینکه به تلاوت آن بپردازیم این مهم بود که این نکته را بفهمیم. سوره های قرآن را، نام‌های سوره های قرآن را یاد نداره. سوره فصلت میگه سوره فصلت، سوره انعام میگه سوره انعام، و دیگر سوره هایی که پخش شد شما دیدین کسایی که با قرآن کریم آشنایان میدانن که این فرد سوره مائده را مائده میگه، این یعنی نمیدانه اصلا از قرآن کریم، نام های سوره های قرآن را درست یاد نداره، ولی ببینین چی ادعاها میکنه. با هم دیگر کلیپ بعدی را ببینیم، کلیپ شماره ششم را که تلاوت آیات قرآن را، الفاظ قرآن را چگونه تلاوت میکنه. انما حرم عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر فمن اضطر. خوب ببین. بله بینندگان عزیز و گرامی، خوب دیدین، بله متوجه شدین که ماشاءالله تلاوتش هم بسیار قوی هست. حرمت عليكم الميتة والدم، یعنی اصلا شما توجه بکنین کسایی که حتی کوچکترین فرد شما بیاورین که اندک معلوماتی در مورد قرآن کریم داشته باشه، میدانه که این فرد چگونه قرآن کریم میخوانه. آیه قرآن کریم را درست نمیتونه بخونه. با چی مشکلات آیه قرآن کریم را تلاوت میکنه. و دم میگه ول دم. و آیات دیگر را هم دیدین که خلاصه ادامه آیه مبارکه را دیدین که چگونه تلاوت کرد. و این فرد ادعاهایش را ببینین چی میگه. من کل قرآن را میدانم، از کل قرآن با خبرم، اما یک کلمه قرآن را نمیتونه درست بخونه، نام سوره قرآن را نمیتونه درست تلفظ بکنه. و این فرد نه تنها در مورد قرآن کریم، بلکه در مورد کتب مسلمان ها هم صحبت هایی میکنه و ادعاهایی میکنه. مثلا در مورد کتاب صحیح بخاری حرفهایی میزنه و به هر حال به امام بخاری توهین میکنه، اگرچه ما از این فرد به هر حال انتظار بیش از این نداریم، چون این فردیه که به رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی توهین کرده و ما توهینهایش را به نمایش گذاشتیم در قسمتهای گذشته. و شما ببینین که به امام بخاری که توهین میکنه که خیر، اما ببینین که فهم این نفر، فهم این شخص از کتاب صحیح بخاری چی هست. با همدیگر کلیپ شماره هفتم را میبینیم که ببینین این نفر چی اندازه از صحیح بخاری معلومات داره. تنها در صحیح بخاری که ما نامش مانده ایم ناصحیح بخاری 300 هزار حدیث است و دو 300 هزار تقریبا دو سه قرن بعدتر از وفات پیغمبر او نوشته کده. آقا دو چیزایی میافی که باور کو استفراغ میکنی مگروزی، ما میگم اونا را قبول نکنی. بسیار خوب، این فرد این حرفه هایی که زد که نعوذ بالله احادیثی در وجود داره که استفراغ میکنی، این یعنی اولا این الفاظ سر کوچه ایست، الفاظی که به دهان یک فرد با شخصیت نمیایه. به هر حال ما بحث ما اینجاست که این فرد ادعا کرد که تنها در صحیح بخاری 300 هزار حدیثه. یعنی فرد یک طلبه بسیار کوچک و طلبه ای که ابتدایی از علوم دینی آشنا داشته باشه این حرف را نمیزنه، چون این جهل مرکبه.
این جهل مرکبه که کسی بیه بگه صحیح بخاری 300 هزار حدیث داره. صحیح بخاری در پیش من هست. من دوست دارم که این کتاب مبارک را به خدمت شما به نمایش بگذارم و خودتان قضاوت بکنید که صحیح بخاری چند تا حدیث داره، یعنی مجموعاً احادیث بخاری چند تا هست. اگر اتاق فرمان، بله جزاکم الله خیر، اینجا ببینید این کتاب صحیح البخاری هست. امام بخاری رحمه الله این کتاب احادیث را جمع آوری کرده. در این کتاب اینجا هم شما مشاهده بکنید سال چاپ هست و همچنین چاپ این کتاب هست که در اینجا کاملا مشخصه و از اینجا مثلا شروع میشه، از اول، از حدیث اول با هم دیگر میبینید. اینجا حدیث اول، حدیث شماره اول اینجا هست و به همین ترتیب میرویم آخرین حدیث را میبینیم که به تعبیر این آقا که خودش را به هر حال فهمیده در دین میدانه، ببینین که چند حدیث در بخاری موجود هست. اینجا را توجه بکنید، اگر این قسمت را زوم بکنن برادران از اتاق فرمان، این قسمت را شما توجه بکنید، مجموعاً یعنی آخرین حدیث بخاری هست 7563 حدیث، 7563. در اینجا هم میگه، در اینجا هم اشاره میکنه، میگه تم صحیح الامام البخاری رضی الله تعالی عنه والحمد لله رب العالمین، یعنی صحیح بخاری در اینجا تمام شد. یعنی مجموعاً احادیث بخاری اگر شما توجه بکنید، مجموعاً احادیث بخاری بدون تعلیقات این اندازه است. امرای تعلیقات 1341 حدیث هم تعلیقات بخاری هست که یعنی مجموعاً از 10000 نمیگذره. ولی ما نمیدانیم که این 290000 حدیث دیگر این نفر از کجا دیده و از کجا آورده، چون این از ابتدای اسلام هم خبر نداره، از کتب اسلامی اصلا آگاه نیه. از قرآن که دیدین که نه قرآن خواندن یاد داره، نه نام سوره های قرآن کریم را درست یاد داره و میفهمه، و به همین ترتیب از مسائل قرآن هم نمیدانه، که ما الحمدلله جهل این فرد را بارها به نمایش گذاشتیم و خواهیم گذاشت. نه از مفهوم قرآن آگاهه، نه از لفظ قرآن آگاهه، نه از سوره های قرآن آگاهه، و این هم از کتب مسلمان ها که صحیح ترین کتاب بعد از قرآن کریم صحیح بخاری در موردش چی میگه و معلوماتش ببینید چی اندازه است. یعنی انتهای تعداد احادیث بخاری که بالفرض که بگیرین 10000، این میگه 300000 حدیث. من نمیدانم 290000 حدیث دیگر این از کجا دیده و به کجا دیده و در موردش از کجا معلومات پیدا کرده و کدام کتاب صحیح بخاری به نزد این است که 300000 حدیث داره. و شاید هم برگرفته از این باشه که این آقا انوس، بگذارین که کلیپ اخیر را ببینین، هنوز را میگم که چی هست. کلیپ بعدی را میبینین؟ ما از صنف اول تا شش مکتب خود در محمود اوتکی خواندیم، مکتب متوسط رفتیم، از نوی مکتب عبیبیه رفتیم، سال 2056 از مکتب عبیبیه فارغ شدیم. لاف معلوم نشم اگر ما از جمله شاید دوسه شاگرد بالاترین مکتب خود. بله بینندگان عزیز و گرامی، ایشون در سال 2056 قرار از مکتب فارغ بشن، یعنی هنوز فارغ نشدن، شاید هم هنوز چون داخل مکتب نشدن، به همین جهت این جهل مرکب متاسفانه دارن. البته به ادعای خودشان در سال 2056 قراره که ایشان هنوز 2015 است، هنوز 2015 است، یعنی چند سال بعد، یعنی نزدیک به تقریبا بیش از 30 سال بعد ایشان قراره که از مکتب فارغ بشن، قراره که از مکتب فارغ بشن. شاید هنوز ایشان متولد نشدن و شاید هنوز ایشان پا به عرصه دنیا نگذاشتن. پس این فرد با این جهلی که متاسفانه دارد، جهل مرکبی که ایشان دارند، حقیقتا برگرفته از همان چیزی است که خودشان میگن که در سال 2056 قراره که از مکتب فارغ بشن. و حرفم این بود که هنوز ایشان از مکتب فارغ نشدن، چی برسه به این که ایشان آگاهی ابتدایی در مورد اسلام داشته باشند. این بود قسمت از جهل این فرد که به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی به نمایش گذاشته شد. امید است که انشاءالله یک جرقه باشد در زندگی همه من و شما که به اسلام رجوع بکنیم و اسلام را از زبان افرادی که اسلام را میدانند بشناسیم، نه افرادی که خودشان با جهل مرکب متاسفانه هنوز مزین هستند. الله متعال برای همه من و شما توفیق هدایت را نصیب بکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آه 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 آه